جلال زلفنون در سال 1316 در آباده فارس متولد شد. در یک خانواده اهل موسیقی، پدر تار می نواخت و برادر ویولون. او مقدمات ویولون رو از برادر خودش محمود زلفنون یاد گرفت. اونها در کودکی جلال به تهران اومدن و جلال از 10 سالگی موسیقی رو شروع کرد. بعدها به هنرستان موسیقی راه پیدا کرد و در اونجا 8 سالی به فراگیری موسیقی پرداخت به صورت علمی و آکادمیک. و چون در اونجا به ستار بهایی داده نمیشد، او اجباراً ساز تار رو به عنوان ساز اصلی خودش انتخاب کرد. و البته تکنیک های ستار رو نزد موساخان معروفی یاد گرفت. و نهایتاً در دوره 8 ساله هنرستان هم به ستار، هم به تار و هم به ویولون پرداخت. همزمان با تأسیس رشته موسیقی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران توسط رایخان برومند و دکتر داریوش صفوت، او به اونجا راه پیدا کرد و تأثیرات موسیقی خودش رو در اونجا زیر نظر رایخان برومند و دکتر داریوش صفوت که نگاهی سنتی و ویژه به موسیقی ایرانی داشتن ادامه داد. او در اونجا با امکانات وسیع ستار آشنا شد و نگاه تازه‌ای به شیوه ها و مهارت های موسیقی ایرانی پیدا کرد و تأثیر بسزایی اون دوره بر زندگی هنری جلال زلفنون داشت. در سال 1338 او به استخدام اداره هنرهای زیبای کشور در اومد و در اونجا به تدریس موسیقی پرداخت. در سال 1346 متمرکز بر روی ستار فعالیت هنری خودش رو ادامه داد. فعالیت هنری او هم به جنبه های تحریف و پژوهش در موسیقی ایرانی برمیگرده و هم به تدریس و هم به آهنگسازی و اجرا. او همچنین روی روش های استاد ابوالحسن صبا و ارسلان درگاهی هم کار کرده و از راهنمایی احمد عبادی در زمینه ستار استفاده های شایان کرده. در مرکز حفظ اشاعه هم زیر نظر یوسف فروتن و سعید هرمزی، دو تن از استادان به نام موسیقی ایران که ستار رو به صورت خاص و تخصصی دنبال میکردن، فراگیر بعد راهنمایی اونها بسیار استفاده های شایانی کرد و بعدها در دانشگاه تهران دانشگاه هنر زیبا مشغول تدریس شد، همزمان در مرکز حفظ اشاعه موسیقی ایرانی. او آلبوم های زیادی رو روانه بازار موسیقی ایران کرد و این آلبوم ها تأثیرات بسیار خوبی در زمینه موسیقی ایرانی داشتن، به طوری که ستار رو در دوران جدید در یک دوره خاص بیشتر به جلال زلفنون میشناسن. شاید امروزه هم وقتی یادی از ستار میشه، یاد جلال زلفنون بر ذهنها جاری میشه. آلبوم گل صدبرگ و آتش در نیستان با صدای شهرام ناظری در دوره خودش میتونیم بگیم پرفروشترین آلبوم ها بودند و تا امروز هم همچنان گوش داده میشه و تازگی داره. و در استقبال جامعه از ستار تأثیر بسیار زیادی گذاشته. آلبوم مستانه، سرمستان و شب عاشقان با صدای علیرضا افتخاری از کارهای دیگر او هست. همچنین آلبوم شیدایی و از نگاه یاران با صدای صدیق تعریف و آلبوم تکنوازی ستار به نام پرواز و پرنیان از دیگر آثار اوست. او در جشنواره 27 موسیقی فجر به عنوان چهره برگزیده موسیقی انتخاب شد. جلال زلفنون در زمینه تحقیق کتاب تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی رو منتشر کرد و در زمینه تدریس کتاب جامعه آموزش ستار رو در 4 جلد به همراه اجرای اونها
در نوار کاست به انتشار رسون و این کتاب تا امروز جزو کتاب‌های بسیار پرفروش و مورد توجه در زمینه آموزش موسیقی و همچنین ستاره بوده. کتاب گل صدبرگ زندگی و خاطرات اوست که تا به کوشش سروش قهرمانلو به تازگی منتشر شده. او نهایتاً در 28 اسفند 1390 در بیمارستان البرز کرج جایی که زندگی میکرد در اواخر اون بعد از جراحی قلب باز که دلیل خونریزی داخلی اتفاق افتاده بود جان خود را از دست داد و در امامزاده طاهره کرج به خاک سپرده شد.